It will blow your socks off. یا it will knock your socks off. It will blow your socks off. یعنی اینکه باعث تعجبت میشه. یعنی کیف میکنی، حال میکنی. کلمه به کلمه معنی کنی، یعنی اینکه خب میشه on your socks، یعنی جورابهایت را مثلا باد خواهد برد، یا جورابت. کلمه کلمه معنی نمیده. ناکم که یعنی در زدن. ولی it will blow your socks off یا it will knock your socks off مثلا میتونه به یکی بگی یه سی دی دارم، یه آهنگی دارم، یه فیلمی دارم که اگه ببینی it will socks your it will blow your socks off یا it will knock your socks off، یعنی باعث یعنی لذت میبری، سورپرایز میشی، ایمپرس میشی. یه جد مثلا از یه چیزی که میخوان تعریف بدن، میخوان بگن خیلی جالبه، خیلی هیجان انگیزه، خیلی چیز خوبیه، این اصطلاح رو به کار میبرن. Making a mountain out of a molehill. Making a mountain out of a molehill. اما معادل اصطلاح فارسی خودمونه که میگیم از کاه کوه درست کردن. Making a mountain یعنی کوه درست کردن. Out of یعنی از چی؟ از مولهیل. مولهیل هم به تپه انبشته خاکی گفته میشه که موش کور درست میکنه، زمینه که میکنه. مول یعنی موش کور. مولهیل یعنی همون تپه کوچیکی که موش کور وقتی زمین رو میکنه درست میکنه. ما میگیم از کاه، اونا میگن از اون انباشته خاکی که موش کور درست کرده، کوه درست کرده. Making a mountain رو هم میتونیم بگین. Making a mountain اینو چند بار میتونیم بگین. Out of اینا با هم بگین، بعدم molehill. Making a mountain out of a molehill. Leave it to me, I won't let you down. Leave it to me, I won't let you down. Leave it to me یعنی بذارش به عهده من. Leave یعنی رها کردن. ترک کردن هم معنی میده، اینجا یعنی رها کردن. Leave it to me، بذارش به عهده من. I won't let you down. I won't let you down یعنی که من مثلا کمت نمیذارم، یعنی من اپسش بر میام، مثلا آبروت نمیره، آبروت نمیبرم، از پس این کار برمیام، باعث عزتت میشم یا توانایی این کارو دارم. I won't let you down، باعث مثلا خارید نمیشم. این به من یعنی منظورش اینه که مثلا به من اعتماد کن، من این کارو انجام میدم، باعث سربلندیت میشم. این چیز توی مایا. Leave it to me, I won't let you down. Thinking outside the box. Thinking outside the box. Thinking یعنی فکر کردن. Outside یعنی خارج. The box یعنی جعبه. پس روی هم یعنی فکر کردن خارج از جعبه. خب این اصطلاح هست. Thinking outside the box یعنی اینکه خلاقانه فکر کردن. یعنی اینکه فرض کنیم با این مشکلی مواجه میشین، به صورت غیر متداول یه راهی به نظرتون برسه که ممکنه به نظر هر کسی دیگه ای نرسه، یعنی با دید بازتر به یه مسئله، به یه مشکل نگاه کنین، راه حلی پیدا کنین که با یه دید باز اون راه حل رو پیدا کردین، خلاقانه فکر کنین. Thinking outside the box این خیلی هم پر استفاده هست اینجا تو انگلیس. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Guess یعنی حد زدن. Your guess یعنی حدس شما. As good as یعنی به خوبی. Mine مال من هست. حدس شما به خوبی حدس من هست. خب این معنیش دقیقا این نیست. Your guess is as good as mine یه اصطلاحه، یعنی که نمیدونم. یعنی نمیدونم. مثل میمونه که بگی I have no idea. I have no idea یعنی نمیدونم، یا به تنهایی میتونین بگین No idea. Your guess is as good as mine. I have no idea. یا No idea.
I give him a piece of my mind. I give him a piece of my mind. کلمه به کلمه یعنی I give him, من به او میدهم, a piece of, قسمتی از, قطعه ای از, my mind, ذهنمو. من قسمتی از ذهنم رو به او میدهم. خب پس کلمه به کلمه معنی نمیده. این اصطلاح هست. موقعی که با عصبانیت نظرتون رو ابراز میکنین یا مخالفتتون رو ابراز میکنین, یعنی به صورت گلمندی یه چیزی رو میگین, اون موقع میگین I give him یا I gave him a piece of my mind, یعنی با عصبانیت مخالفتم رو, نظرم رو ابراز کردم. To express your opinion strongly, یعنی to express, یعنی ابراز کنی your opinion, نظرتو, strongly یعنی با شدت. اینجا یعنی منظورش اینه که با عصبانیت منظور است. اینجا وقتی میگه strongly, خب یه مثال هم باهاش مثلا میشه زد. My neighbor's dog is barking. سگ همسایه‌ام داره پارس میکنه. My neighbor's dog is barking. حالا اینجا تو انگلیس ر رو تلفظ نمیکنن, میگن is barking. I'm gonna give him, I'm gonna, یعنی I'm going to, I'm gonna give him, میخوام به او, I'm gonna give him a piece of my mind. میخوام برم عصبانیتم رو ابراز کنم. مخالفتم رو با این مسئله ابراز کنم. یعنی میخوام برم تذکر بدم به همسایم. این هم مثالش بود. It's easy peasy. It's easy peasy. Easy یعنی آسون. Peasy هم هیچ معنی نداره. این اصطلاح عامیانه است. یعنی مثل آب خوردن میمونه. It's easy peasy. یا It's like a piece of cake. این هم همون معنی رو میده. It's like, یعنی این مثل, a piece of cake. یه تیکه cake هست. It's like a piece of cake. یا it's easy peasy. این یه عبارت دیگه هم هست که متضاد اینه. میخوای بگی مثلا اگر بگی It's not rocket science. It's not rocket science. یعنی این ساینس یعنی علم, راکت یعنی موشک, یعنی این علم موشک نیست. البته it's not rocket science رو به کنایه هم میشه به کار برد. مثلا معادلش تو فارسی اینه که بگیم مگه میخوای هسته اتم رو بشکافی؟ خب میگه it's not rocket science. مثلا فرض کنین به طعنه یه نفر یک چیز خیلی ساده رو نمیتونه انجام بده, بعد میخوای بهش بگی این که کار خیلی دشوار نیست, هسته اتمو که نمیخوای بشکافی, میگی It's not rocket science. Punching above your weight. Punching اون ing جیشو تلفظ نمی کنن. Punching above your weight. Punch که یعنی مش زدن. Above هم یعنی بالای, weight هم یعنی وزن. بالای وزن خودت مشت بزنی. منظور اینه که لقمه بزرگتر از دهنت ورداری. یعنی یه ادعایی کنی که از پسش بر نمیای. مثلا توی بوکس میگی punching above your weight, میتونی اینجوری در نظر بگیری که با یه کسی حریف بشی که above your weight, وزنش از شما بالاتره. پس punching above your weight یعنی که لقمه بزرگتر از دهنت ورداری, یعنی یه کاری بخوای انجام بدی که از پسش بر نمیای, تواناییشو نداری. The long journey took its toll on his physical health. The long journey took its toll on his physical health. در کل یعنی the long journey, سفر طولانی, took its toll یعنی اثرش داشت, on his physical health, روی سلامت جسمش. took its toll یا که زمان حالش میشه take its toll, موقعی که یه چیزی به مرور و به تدریج اثر منفی داره. اینجا مثلا میگی سفرش اثر منفی داشت روی
سلامت جسمش. یا مثلا ممکنه بگی رکود اقتصادی خب مثلا اثر منفیش رو روی جامعه یا وضعیت معیشتی مردم داشت. موقع میتونیم بگی فرضاً The recession was beginning to take its toll on the finances of people. پس این take its toll که اینجا گذشتهش هست took its toll موقع که یه چیزی به gradually یعنی به تدریج شروع میکنه که اثر منفی داشته باشه having a negative impact a negative effect. It sounds dodgy, fishy, suspicious. It sounds dodgy یه اصطلاح خیلی عامیانه است. Fishy هم همینطور. خیلی عامیانه است. Suspicious یه خورده رسمی تره. مثلا اگه میخوایم بگیم یه چیزی خیلی مشکوک میزنه، مثلا میخوای بگی این مسئله خیلی بوداره، مشکوک میزنه، میگی It sounds dodgy. یا It sounds fishy. یا اینکه رسمی تر میگی it sounds suspicious. suspicious یعنی مشکوک. dodgy یعنی بودار، مسئله دار. fishy هم همینطور. it sounds کلن sound که معنی صدا میده اینجا فعل هست و معنیش یعنی به نظر رسیدن. it sounds یعنی این به نظر میرسه. it sounds dodgy مشکوک به نظر میرسه. It sounds dodgy یا it sounds fishy یا it sounds suspicious. اگر محتوای این کانال براتون مفید بوده میتونین سابسکرایب کنین.